سلام میکنم به همه شما دوستان و عزیزان و همراهان پرژن وارد. جوایز پارسی مجده هستم با سری برنامه های سمینار های تخصصی. امروز با یک میهمان عزیزی، شاعر و پژوهشگر و مترجم از آلمان هستیم، آقای فرهاد احمد خان، که میخوان راجع به چالش های ترجمه از زبان آلمانی به فارسی در مورد شعر صحبت کنن. یکی از اون موضوعات جذابی که شاید خیلی بهش پرداخته نشده، به خصوص که زبان آلمانی زبانی هستش که با زبان انگلیسی تفاوت های خیلی زیادی داره. آقای احمد خان، ما در خدمت شما هستیم، بفرمایید. دوستان و عزیزان منتظر هستن تا صحبت های شما رو بشنوند. درود بر شما، خیلی ممنونم از دعوتتون و خوشحالم که این جلسه رو با هم خواهیم داشت. موضوع همونجوری که البته از فارسی به ترجمه شعر از فارسی به آلمانی هست، یعنی چالش های ترجمه شعر از فارسی به آلمانی، که این بر اساس تجربیات چندی ساله من در این زمینه است، هم در زمینه تدریس ترجمه، هم در زمینه خود ترجمه و هم در زمینه شعر. و به این دلیل لازمه که من یه مختصری از پیشینه و سابقه تحصیلی و پژوهشی و ترجمه‌ای و شعری خودم بدم. حتما بفرمایید. خواهش میکنم. من بعد از دیپلم دبیرستان که در رشته تجربی بود، در رشته زبان و ادبیات آلمانی لیسانسم رو در دانشگاه ملی سابق یا بهشتی گرفتم. بعد 3 سال فوق لیسانس آموزش زبان آلمانی رو در دانشگاه تجدید مدرس خوندم و در زمانی که هنوز فوق لیسانسم رو نگرفته بودم، از طرف یک استاد واقعا ارجمند دانشگاه تهران دعوت به تدریس در گروه زبان آلمانی دانشکده زبان‌های خارجی دانشگاه تهران شدم و 6 سال اونجا درس میدادم در گروه زبان آلمانی، تا اینکه با بورس دکترای جرمن اکادمیک اکسچنج سرویس به آلمان اومدم برای دکترا، که البته دکترا رو تموم نکردم یا هنوز تموم نکردم، ولی تموم بهتر بگم تمومش نکردم. عرض کنم که چون چیزایی پیش اومد و به هر حال مسئله پیش اومد که یه مقدار قضیه از برنامه هم خارج شد، ولی حالا چیزی که در تو با پیشینه ترجمه میخوام بگم، تو اون 6 سال من اونجا درس میدادم، مثل اصول ترجمه، ترجمه اسناد و مدارک، ترجمه ساده و پیشرفته آلمانی از آلمانی به فارسی، در کنارش همینطور تجزیه تحلیل دستوری متن، دستور پیشرفته درآمد ادبیات 1 و 2، ولی اونجا گروه مترجمی زبان آلمانی بود و طبیعتاً بیشتر چیزی که من تدریس می‌کردم و حالا حتی اگر دستور پیشرفته هم تدریس می‌کردم یا تجزیه تحلیل دستوری، یک نگاهی به اینکه این باید چجوری توی ترجمه ازش استفاده بشه داشتم. و طبیعتا از همون موقع با ترجمه من شخصا در ارتباط نزدیک به صورت تجربه ترجمه بودم، که این بحث عملی قضیه است. به صورت تئوریک هم که خب در دانشگاه تدریس میکردم اصلا این مسئله رو، این قضیه رو. و خب این یه نکته است. و نکته دیگه اینه که من از سال 2000 تا الان که در 21 سال خورده اینجا هستم و قبلش زمانی که هنوز ایران بودم به زبان آلمانی و فارسی، ولی بیشتر آلمانی شعر می نوشتم. در همون زمان هنوز ایران بودم به زبان آلمانی شعر می نوشتم و از زمانی هم که وارد آلمان شدم همینجوری، همون اوایل، حالا اینکه خب یه سال خورده اول که کار اولیه تو دانشگاه اینا باید انجام می شد، من تو جلسات شعری حضور داشتم، شعرام چاپ می شده تا الان. بر اساس این دو جنبه، یعنی هم ترجمه و همی که خودم در تو شعر فعالیت داشتم یا در زمینه شعر فعالیت داشتم، اینه که توی ترجمه راه تخصصی من و مورد علاقه من ترجمه شعر شد و تا الان از فارسی به آلمانی که کار سختریه اصولا ترجمهش، و یا علاقه بیشتری میخواد یا وقت و همت بیشتری شاید بشه گفت میخواد، بیشتر در این زمینه بودم و تا حالا از 10 نفر از شعرهای ایرانی شعرشون رو به فارسی ترجمه، به آلمانی ترجمه کردم و
حدودا میشه حدود 500 شعر، یعنی علاوه کمیت 500 شعر، علاوه کیفیت هم اون کسانی که هم آلمانی میدونستن هم فارسی و دیدن نظر منفی نداشتن در رابطه با کیفیت ترجمه ها. بر این اساسه که حالا وارد موضوع میشم که بر این اساس میخوام در رابطه با آنچه که بر اساس این تجربیات سالیان دراز در تو ترجمه شعر داشتم حضورتون چیزایی که در ذهنم هست از اساس تجربه و عمل و همینطور اساس تئوریای موجودی که خیلی از منتقدین ترجمه و مترجمان گفتن صحبت کنم. بسیار عالی، خیلی ممنون از مقدمه‌ای که گفتی. بنابراین الان سخنایی که میگیم واسه دوستان عزیزی که تو کار ترجمه هستن یا میخوان بدونن چه چالش‌هایی وجود داره بسیار دلنشین کار خواهد بود. بفرمایید، در خدمتتون. خواهش می‌کنم. اول از اینجا شروع کرد که به هر حال ما با یک اصلی در ترجمه طرف هستیم به نام اصل نسبیت، یعنی که فعلا صحبت شعر رو نمی کنم، یعنی در یک حتی متن حالا به نسبت ساده یه نثر، متنی که شعر نباشه هم وقتی از فارسی به آلمانی ترجمه میشه یا آلمانی به فارسی، که البته بیشتر چون من بحثم فارسی به آلمانیه تاکید میکنم از فارسی به آلمانی ولی خب طبیعتا در هر سوش صدق میکنه، با توجه به دنیای بی‌نهایت واژه ها و اون مفاهیم مختلفی که در زبان وجود داره و کاربردهایی که زبان داره، موقع شما از یک و بحث جنبه فرهنگی در ترجمه، بحث فرهنگ در ترجمه، شما وقتی از زبان مبدأ چیزی رو به زبان مقصد ترجمه میکنی فقط این نیستش که یک به یک یا ترجمه یک به یک یا اصطلاحا معروفه به ترجمه تحت لفظی، این اصلا پر همین اصلا عبارت ترجمه تحت لفظی اصلا غلطه، چون وجود نداره همچین چیزی، چون نمیشه یک چیز رو تحت لفظی ماشینی برگردان. حالا ولی اصطلاحا چون به کار میره من به کار بردم، ولی اصلا چیزی به نام ترجمه تحت لفظی نمیتونه وجود داشته باشه، فقط میتونه در تو واژه، شما میتونی یه واژه رو بربر نهاد برش پیدا کنی، ولی در جمله که میشه واحد یادگیری هم در زبان جمله است در و واحد معنایی هم همینطور در ترجمه هم واحد زبانی و واحد معنایی جمله است. اینه که اصلا این کار نشدنیه. حالا ما وارد شعر خواهیم بشیم. در تو شعر شما بس نه تنها بحث فقط اون واژه هاست، یه شعر امکان داره از 20 واژه درش باشه، نه فقط بحث واژه هاست بلکه بحث جهان شاعرانه اون شاعر، جهان شعری اون شاعره، بحث زمان نوشتن اون شعر، انگیزه، شرایط اجتماعی و و چندین جنبه های مختلف دیگه که نقش بازی کردن تا اون شعر به وجود اومده. این که همین فقط واژه ها رو آدم ببینه، خب من تو فارسی میخونم بعد ببینم آلمانیش چی میشه، هرچند گریزی ازش نیست طبیعتا، خب قرار ترجمه بشه دیگه، ولی این که حالا چه واژه هایی برگزیده بشه که برای زبان مقصد که آلمانی باشه و برای خواننده، چون هدف بر فرض بر اینه که این ترجمه قرار چاپ بشه و خواننده بخونه، به همین راحتی خواننده بتونه بخونه و بفهمه، اصطلاحا میگم بفهمه، چون بعضی وقتا لازم نیست آدم بفهمه، بلکه لازمه که اون تصویر رو بتونه درونی سازی بکنه و با فهم به معنای فلسفیش هم زیاد ربطی نداره، ولی اصطلاحا مجبورم فعل فهمیده رو به کار ببرم. بنابراین اینجاست که مترجم تازه اولین چالش شروع میشه که خب من ایرانی هستم، این شعر رو خوندم و هم فهمیدم هم لذت بردم به خاطر زیبایی خاصی که شعر داره و آوای شعر، علاقه شعر موزون وزنش، اگر غیر موزون اون انتخاب واژه و وزن درونیش، من این لذت بردم. آیا میتونم کاری بکنم که این همون حالت هم مفهوم و هم اون لذت بردن از شعر برای خواننده آلمانی هم ایجاد بشه؟ همونجوری که ارسطو در بزرگ خود سرویش گفت اصلا ادبیات برای نظر رادیکالیه، ولی به هر حال
تو نظرات اینجوری داره، تو ادبیات هم باز یه حقیقت رو میشه بیکن. یکی اصلا ادبیات برای سرگرمیه، یعنی ادبیات برای سرگرمیه، اینو ارسطو گفته. جمله به نظر شاید الان دید ما چیز باشه، ولی در دید عمیق فلسفی همینه. بر همین باید پس اون جنبش هم بتونه ایفا بکنه. این اولین چالش مترجمه، بازسازی هم مفهوم و هم فرم، یعنی هم درون مایه و هم فرم شعر در زبان مقصد. از اینجا شروع میشه و بعد دیگه اون وقت جزئیاتش باز جای صحبت داره که اونو صحبت میکنم. اون وقت حالا از قبل از اینکه اونو بگم، بعد دید حالا مشخصات مترجم شعر چی میتونه باشه. کسی که زبانی رو یاد میگیره طبیعتا علاقه پیدا میکنه یه زمانی که ترجمه هم بکنه و معمولا هم با نثر شروع میشه، ترجمه متون ساده و بعد نثر، حالا نمایشنامه هم باشه باز برحال باز بحث نثر هست. چه کسی اصلا میاد و شعر ترجمه میکنه؟ حالا در تو دقیقا در تو ترجمه فارسی و آلمانی دارم، یا در تو مترجمان ما در که این کارو حالا میکنن یا نمیکنن. معمولا ترجمه شعر رو تا اونجا که من میدونم لازم نیست اصل بذاریم بگیم مترجم شعر باید خودش شاعر باشه. اصلا اینجوری هست که کسی که خودشون شاعرن بعد علاقه پیدا میکنن که حالا چون با شعر بیشتر در ارتباطن شعر رو ترجمه کنن. یه نکته. و بعد یعنی چیزی نیستش که بیرون بشه القا بکنید، که اصلا هم چیزی وجود داره، هم چنین اتفاقی میفته. و نکته دوم که باز اینم خیلی مهمه، تجربه فراوان و طولانی در ترجمه، چون فقط دونستن یک زبان و باز حالا شاعر هم بودن باز دلیل شاید نشه، چون موضوع سر زبان مقصده و اثر دومونم مهمه، چون کسایی رو داریم که شاعر هستن یه زبانی رو بلدن ولی چون اون تجربه درست و یا زیاد و درست نه منظورم تجربه طولانی یا قوام یافته رو در تو ترجمه ندارن، ترجمه شعرشون زیاد کارا شاید از کار در نمیاد. و این مشخصات طبیعتا باید باشه، طبیعتا ولی وجود داره توی کسی که این کار میکنه. هرچند باز اول صحبت گفتم که قضیه در ترجمه اینقدر نسبیه که باز نمیشه گفتش که چه ترجمه 100% دیگه این ترجمه نهاییه و دیگه کاری نداره و دیگه تموم شد، چون همون شعر رو یک کسی دیگه اگر ترجمه این نکته این یعنی مفهوم نسبیت ترجمه اینه، همون شعر رو بده یکی دیگه ترجمه بکنه یه جور دیگه در ازاد هم یه واژه دیگه به کار میبره، اونم درسته، اون ترجمه هم درسته. اون که غلطه که بحث دیگه است، ترجمه که غلطه اون اصلا غلط درک شده، اصلا یعنی مترجم نفهمیده شعر رو و برای همین نتونسته درست بازگردی کنه یا زبانش اشکال داشته. وگرنه اگر اینو بذاریم کنار، یه شعر رو میتونن 10 نفر ترجمه کنن و این 10 تا درست باشه و با هم فرق بکنه. و این نکته بود که گفتم نسبیت در ترجمه و که در کل در ترجمه شعر، در ترجمه هرچی این وجود داره. و خیلی از مسائلی که پیش میاد تو نقد ترجمه به دلیل عدم آگاهی به این حقیقت نسبیت در ترجمه است. گرفته من شخصا تو اون 6 سالی که دانشگاه تهران درس میدم مدام قشنگ این عبارت ترجمه نسبی رو به دانشجوها میگفتم. اونایی که دانشجو من بودن یادشون هست که من روی این خیلی تاکید داشتم و توضیح میدادم هر دفعه بر اساس هر موضوعی چرا و منظورم چیه در حالت مختلف. قبلا هم سعی کردم با این حالت و این مثال توضیح بدم. من دارم استفاده میکنم، بفرمایید. خواهش میکنم. تو اون قسمتی که صحبت این رو کردم که ترجمه
تحت لفظی اصلا من شخصا این عبارت رو به کار نمیبرم، بلکه نمیشه اسمش اون وقت ترجمه. در اون راستا میشه در این رابطه هم صحبت کرد که خب پس چه باید کرد؟ تحت لفظی که خب نشد، پس چه باید کرد؟ آیا یعنی میشه پس اصلا کاری کرد که یعنی چطور میشه کاری کرد که واقعا همون چیزی که گفتم هدف ترجمه است که هم محتوا منتقل بشه و هم احساس شعری و هم فضای شعری و هم جنبه‌های دیگه‌ای که مربوط میشن به ترجمه شعر ایجاد بشه؟ جواب میتونه این باشه که در نهایت بهترین حالت که اونا باز نسبیه اینه که مترجم سعی بکنه که اول فکر بازسازی و دوباره دهیه و دوباره سازی محتوا در زبان مقصد باشه، یعنی اولین چیزی که تو ذهنش هست این باشه، و وفاداری که خیلی نکته مهمیه توی برای مترجم، مترجم هر چیزی، مترجم ساده ترین متن تا مترجم شعر، و بعد البته به اینکه بدونه که داره شعر رو ترجمه میکنه و باید تو که این خیلی نکته مهمیه، انتخاب واژه اون وقت که واژه‌های سطح بالا باید انتخاب بکنه و واژه‌های متناسب طبیعتاً با اون شعر مبدأ و به سبک زبانی شاعر رو باید سعی بکنه پیاده بکنه و ساختارهای نحوی دستوری رو به همون صورت تا اونجا که میشه، چون اینجا یه ذره با سخته، بتونه پیاده بکنه. اینو میشه گفت، چون که زمانی که مترجم سعی کنه که وزن و آهنگ شعر رو به هر نحوی که هست به هر صورتی که ممکنه حفظ بکنه، امکان داره که معنا و مفهوم و اینها آسیب ببینن، حداقل اگر آگاه باشه که یک کاری بکنی که هیچ کدوم اینا آسیب نبینن بهتره، یا اگه قراره چیزی آسیب ببینه، حالا این دیگه نظر منه، میگم بهتره که وزن و آهنگ آسیب ببینه، نظر من البته، چون گفتم نظرت دیگران رو میگم تا اینکه به نظر خودم برسم، نظر من اینه. البته باز میگم تو اینقدر بس هر کدوم چند شاخه داره، من تیسر میکنم البته تا اونجا که رشته کلام و دست خودم کاری نشه و دیگران هم رشته رو دنبال بکنن. این نکته هم که تو ذهنم الان اومد بگم، بحث در خصوص که چی فدای چی بشه، کارته نباید بشه، ولی اگر قراره بشه چی بشه، اینم باید در نظر گرفت. آیا ما با شعر موزون سر کار داریم یا با شعر سپید؟ این باز یک مسئله است. تو شعر و آیا کلاسیکه یا مدرن؟ ببینید در شعر کلاسیک حافظ، شعر حافظ، سعدی، خیام و بزرگان دیگه، به خصوص البته این سه تا به آلمانی ترجمه شده و به زبانهای دیگه هم ترجمه شده، و مترجمه هایی که ترجمه کردن واقعا کار فوق‌العاده‌ای انجام دادن، یعنی به طرز خیلی زیبایی سعی کردن این شعرها رو جدا تو زبان هم آلمانی یا انگلیسی یا زبان دیگه هم موزون در بیارن. این خیلی کار سختیه، یعنی واقعا به شدت سخته، و البته وقتی آدم وارد اون ترجمه ها میشه مقایسه میکنه، حالت مقایسه تد با هم دیگه مقایسه شون میکنه، میبینه که یه جایی تو ترجمه آلمانی بله یه جایی یه چیزایی یه ذره باید فدا میشده، اینم هست، یعنی ولی نه آنچنان که البته دیگه کل مفهوم شعر رو زیر سوال ببره، ولی من اینو بررسی کردم، در تا چند چیزی ننوشتم ولی بررسی کردم و دیدم و چند نمونه تو ذهنم دارم که تا خب چه ذره بیشتر میشه واردش نمیشم، ولی در نهایت کار فوق العاده سختیه، فوق العاده سخت است واقعا، و یه باید و امروز روز به نظر من باید اگه کسی میخواد این کار بکنه باید یه تیم، اگه کسی میخواد فارسی به آلمانی ترجمه بکنه شعری رو، بعد به نظر من یه تیمی از مترجمین باشن
چون هر چشمی و یا هر ذهنی یه جور میبینه نظرات مختلف، میتونه در نهایت توش بهترین حالت در بیاد، چون یه نفر واقعا در اون سطح نمیتونه حرف بزنه، از جنبه مختلف ببینه، از جنبه وزنی، از جنبه محتوایی، از جنبه زیبایی کلام و غیره. عرض کنم حضورتون که اینها نکته هایی بود که اصول چالش های ترجمه شعر از، یعنی رؤوس چالش های ترجمه شعر از فارسی به آلمانی بود که من. حالا آقای احمد خان، چیزهایی که شما گفتین، یکی از دوستان توی لایف براتون یه سوالی نوشتن که گفتن که در ترجمه شعر فارسی، حالا به زبان لاتین یا هر زبان دیگه، معمولا شعر شهید میشه، چرا که اصلا کلن محتوا به شکل دیگه ای دارن. شما در توضیحاتتون گفتین که چه کارهایی باید انجام بشه، ولی میتونید بگید که خب شما راهکارتون واسه این که کلیت شعر تغییر نکنه چیه؟ چون چیزیه که فکر میکنم الان توی صحبت شما برای بسیار از مخاطبین پیش میاد که حالا ممکنه یه نفر مترجم خیلی خوبی باشه، زبانش هم خیلی خوب باشه، تمام اون نکاتی که شما فرمودین، شاعر هم باشه یا با شعر، به شعر و شعر کلاسیک و مدرن آشنا باشه، سه تا زبان، تجربه ترجمه و آشنایی به شعر، و یا خود شاعر باشه. بله، و یا خود شاعر باشه، همه این خصوصیاتی که شما میگین رو داشته باشه. ولی شعری که حالا شما اشاره کردین به شعرهای حافظ و مولانا، که حالا اون اصلا قضیهش جداه چون وزن داره، ما داریم در مورد، چون طبق سوالی که از شما پرسیدن، راهکارتون با توجه به نسبیت، من همه اینا رو گفتم که بدونم که بگم که صحبت‌های شما همه چیز رو پوشش داد، ولی به هر حال چالشیه که وجود داره و شاید توی ترجمه ها بسیار دیده شده. راهکار عملیش به نظرتون چیه؟ راهکار عملیش حالا از جنبه یک معلم زبان صحبت کنم. به عنوان معلم زبان اینو باید بگم که هر کسی که میخواد ترجمه کنه، اول باید به هر دو زبان مسلط باشه، و دوم موقعی که میخواد ترجمه بکنه از متن، حالا من فارسی رو، چون موضوعم بود فارسی، باید جمله های فارسی رو تجزیه و تحلیل دستوری بکنه. اگر میخواد از آلمانی ترجمه بکنه، بازم تجزیه و دستوری، فرق نمیکنه. حالا میگم اصلا در ترجمه تجزیه و تحلیل دستوری متنی که قرار ترجمه بشه مهمترین چیزه، جایگاه فعل و عناصر جمله. هرچند در شعر این جمله مثل جمله ها، یعنی مثل نثر نیست، ولی به هر حال یعنی باز ما با جمله، نیم جمله یا عبارت سر کار داریم، و به هر حال یه پیوستگی معنایی وجود داره، پیوستگی دستوری و معنایی وجود داره. این باید آنالیز بشه اول بیه. چون ترجمه فاز اولش فاز فهمیدنه، فشتنس فازه، فاز اولش فاز فهمیدنه، بعد تو که در نهایت میرسه به رپرودکسیون و بازسازی در زبان مقصد. مقدمه بود برای این که بگم که من بر اساس این تجربه که دارم، دقیقا خودم اینجوری عمل میکنم که بین اون دو حالتی که مترجم، من به کدومش بیشتر بها بدم، ولی نه به این معنی که اون یکی کاملا دیگه بی توجه بهش باشم. اول محتواست، و به نظر من اگر با تسلط کامل محتوا، که اونم محتوای برآمده از پس از تجزیه و تحلیل دستوری، یعنی تجزیه دستوری اگر نباشه، اصلا درکی تجزیه تحلیل جمله اگر نباشه، جمله یا جمله ها در شعر اگر نباشه، اصلا درکی وجود نداره. وقتی درک نباشه، بازسازی در زبان مقصدی وجود نداره. اول باید به این توجه داشت، و بعد از اون باز یه جنبه دیگه ترجمه سه فاز داره. یعنی خود ترجمه سه، اول ترجمه خام، بعد ترجمه پرداخت شده، و بعد ترجمه آماده چاپ. و در استل و عنصر زمان اینجا خیلی مهمه، یعنی برای باز از اون طبیعت نسبیت ترجمه برمیاد. یعنی خود مترجم، یعنی خود من وقتی یه شعر رو ترجمه میکنم، اول ترجمه خامه، بعد عنصر زمان، باید حتما بذارم یه مدت زمان ازش بگذره، بهش به قول معروف ترجمه بیات بشه، به اصطلاح مترجم میگن ترجمه باید بیات بشه،
وقتی بیات شد دفعه بعد خود من وقتی شعر رو ترجمه نگاه می‌کنم مطمئن باشین میگم نه این واژه رو در نمیخوره با من این الان بذارم. حالا اون موقع در ترجمه خام به اون فکر رسیدم ولی عجیبه بعدش آدم میگه نه اصلا انگار چرا علت روانشناسیش روانشناختیش چیه؟ چون که من اون زمانی که دارم ترجمه میکنم درگیر زبان مبدأم هستم، من به عنوان ایرانی زبان فارسی تو ذهنمه، بعد وقتی این زمان بگذره من دیگه از اون زبان مبدأ فارسی دور شدم، الان اینو دارم به عنوان متن آلمانی دیگه نگاه میکنم، اصلا انگار نگاه که فارسی چی بوده، بعد یادم بره. و خوشبختانه انسان خیلی خوبه که این چیزا یه چیزا یادش میره، خصوص این چیزای جزئی بعد آدم یادش بره، یادش نره خیلی وحشتناک میشه. بعد یادم میره که چه پروسه‌ای تو ذهنم گذشته که اونو اون واژه رو گذاشتم. بعد میام دوباره نگاه میکنم اونجا به عنوان کسی که داره به عنوان اوبجکت یا ابژه داره به قضیه نگاه میکنه راحت میتونم باز نظرات دیگه‌ای بدم، یعنی خودمو یعنی خودم تصحیح کنم، میگم نه کلمه تصحیح به کار بردم برای اینکه به هر حال به نوعی تصحیحه، اونم درست میتونسته یعنی بوده در اون زمان، میگم با اون فرض که مترجم باشه که غلط نمیفهمه درست فهمیده، ولی به هر حال زمان که میگذره یک گزینه بهتری براش به وجود میاد که این واژه خب بهتره الان. و این و بعدن در فاز بعدی باید بیاد آدم دوباره یه ذره این با این ور اونور کردن واژه ها یا عبارات یا تقطیع های مختلف میشه به اون بحث لحن هم و وزن هم پرداخت. بیشتر البته تو بحث شعر سپید میگم که وزن شعر درونی، برای همین تک هم اینجوری با این به نسبت خلاصه توضیح بدم که جواب به این صورت راهکار اینه، یعنی اول باید در مفهوم توجه کرد بعد به آهنگ و این مسائل. و اصولا اگر مفهوم درست درک شده باشه و خود شعر مبدا هم غنای لازم داشته باشه، خیلی جالبه که قشنگ تو چرا مثلا یه آهنگی در آهنگ در میاد موقع ترجمه، اگه اون مترجم خود شاعر باشه البته، تو اون لحظه یه حس بتونه یه حس خاصی به اون زبان آلمانی بده، به اون ترجمه که از شعر فارسی کرده بده. بسیار عالی. نکته که شما گفتید خیلی جالبه که در کلن نوشتن همیشه این رو داریم، حالا شما به دستبندیش کردیم گفتید ترجمه خام و ترجمه پرداخت شده، ترجمه آماده چاپ، در مورد همه نوشته ها همینجوره، حتی اگر به زبان مبدأ هم دارن می‌نویسن این اصطلاح بیات شدن خیلی زیاده که میگن نوشته رو بذار کنار بعدن برو بهش رجوع کن. حالا شما فرمودین که از لحاظ روانشناختی اینه که به دلیل اینکه وقتی دوباره رجوع میکنی اصلا از دید یک مخاطب بهش نگاه میکنی در حقیقت. حالا نکته ای که همین آقای هادی، من از شما عذرخواهی میکنم که نمیخوام فامیلیتون رو اشتباه بخونم، فرمودن که کلن برگرداندن شعر حجم یا فراسپید به زبان دیگری لطمه بیشتری به خود میبینه، چون کلمات فولکلوریک یا حتی لحن در موسیقی شعر هم زیان میبینه، اون حس آمیزی شعر و ساختار در ترجمه همیشه به خواننده زبان غیر فارسی منتقل نمیشه. کاملا درسته، حرفشون کاملا درسته. ما گفتن شکل فارسی کار از دست میده و این مشکل ترجمه شعر حجم پس زبانیه. سوالی که من خودم هم داشتم، خیلی ممنون از آقای هادی که این رو هم پرسیدن، اینه که کلن در بعضی از اشعار اصلا شاید اون حال زبان مبدأ بتونه حس رو منتقل کنه، یعنی مثلا اگر شما شعر رو به زبان مقصد، حالا انگلیسی آلمانی، صحبت امروز ما در مورد زبان آلمانیه، شاید یک مخاطب آلمانی زبان اصلا هیچ گونه ارتباط تصویرسازی از اون واژه ها نگیره، حتی اگر شما بهترین واژه رو انتخاب کنید. این رو چجوری میشه حل کرد؟ دقیقا اتفاقا جواب به نوعی در خودش متطور، باید دید هدف از ترجمه چیه. هدف از ترجمه اینه که یک پدیده فرهنگی از یک حوزه فرهنگی برای یک پدیده برای حوزه دیگه معرفی بشه که و آشنا بشن باهاش. این در وهله اول در زمینه شعر، در زمینه شعر هم از طریق انتقال مفهومه، مفاهیمی است که در وجود داره، و البته چون فرم شعره همون فرم خودش رو در زبان آلمانی هم پیدا خواهد کرد، همین از طریق فقط فرمش نصر رو از راست به چپ می‌نویسن، یه خط قشنگ تعدادش هم مشخصه، تعداد کلمات باشه دوره زیرش می‌نویسن، ولی شعر همونجوری تو فارسی نوشته همونجوری هم نوشته میشه، یعنی باز آلمانی هم می‌فهمه که این شعره، و اون واژه‌هایی که مثلا یه واژه میاد بعد تقطیع شده دو تا واژه است، بعد
این خود تقتی که تو شعر مبدأ هم هست میتونه حالت ایجاد بکنه و یه جاهایی البته 100% طبیعتاً نیست، چون که درک شعر حتی در هم زبان فارسی هم یه شعر رو خب مخاطب فارسی ایرانی میخواد درک بکنه باید یه معلومات خاصی معلومات عمومی داشته باشه، باید آشنا با شعر باشه و نویسنده رو بشناسه حالا تا حدودی هرچند بعضی زیاد به این توجه ندارن. این باید باشه. آلمانی هم اگه میخواد این کار بکنه موقعی میتونه بفهمه که با اون فرهنگ و اینا آشنا باشه، اونو دیگه باید اون کار خودشه. متاسفانه من باید بگم که ترجمه 100% از شعر ما نداریم، حتی که خیلی از تئوریسین ها معتقدم، من یادم تو دانشگاه تهران یه مقاله بود که دانشجو میدم که بخونن و بعد همونو ترجمه گفتم کردن و بعد تشویق کردم که اصلا آیا شعر ترجمه پذیر است. من همچین مقاله بود اصلا نمیتونم شما میشناسم تو اصلا از سالها 20 خورده سال پیش بود در تول ترجمه پذیر بودن شعر تو دانشگاه تهران صحبت میکردم با دانشجو و آخرش هم حالا اون آدم که موندم متاسفانه پیش شدم نیست الان نظرش بود که نه ترجمه پذیر نیست، ولی خب اینم آخه نمیشه همین که فقط به خاطر این مسئله است، به خاطر همین چیزی که سوالی که گفتم، به خاطر همون جنبه ها و اون لایه ها و ولی در خیلی چیز عینی چرا ترجمه پذیر دیگه میشه به هر حال میشه ترجمهش کرد، ولی میگم به صورت کامل نه نمیشه و منم نمیتونم ادعا بکنم که میتونم کاری بکنم که، چون این بحث رسیپینت هاست، بحث اون دریافت کننده های اون پیام شعر، اینو مترجم کاری نمیتونه بکنه، امکان داره یه نفر باشه بتونه متوجه بشه نشه، میگم اونم پیش زمینه دانشی میخواد بده. نکته دیگه که شما اشاره کردید توی در مورد نظر خودتون، نظر دیگران رو گفتیم، بعد گفتیم نظر خودتون اینه که اگر قرار باشه چیزی رو از دست بدیم بهتره وزن و آهنگ شعر باشه تا محتوا. یعنی مثلا توی شعر سپید حالا یا شعر نو، شعرهایی که وزن درونی دارن، شما ترجیحتون برای اینه که وقتی دارید به عنوان یک مترجم، به عنوان کسی که ترجمه رو تدریس میکنید به دانشجوهاتون، اون وزن و آهنگ رو در درجه دوم قرار بدید. آیا به نظر نه که بی توجهی بشه، درجهش پایین تر باشه. این چیزی که شما الان دارید میگید، حالا چون شما به دوتا زبان در حقیقت فرمودید کسی که میخواد ترجمه کنه به دوتا زبان باید تسلط داشته باشه، هم زبان مبدأ هم در زبان مقصد. به عنوان یک مخاطب آلمانی اگر به اون شعر نگاه کنید همون اثر رو داره؟ نه، برای اینکه ارجاعات فرهنگی پشت هر شعری هست، لایه های مختلف داره، اون لایه ها رو مخاطب باید مطالعه داشته باشه تو اون زمینه تو بتونه بفهمه، باید فرهنگ ایران رو بشناسه، ایرانی ها رو بشناسه، شاعرای ایرانی رو بشناسه و این وقتی که اصلا ما مخاطب آلمانی برای ترجمه های خیلی جمله به نظر ساده ولی هم واقعا همینه، این حقیقته. برای ترجمه چرا ترجمه شده از فارسی فقط مخاطب میتونه اون ترجمه ازش لذت ببره که این پیشینه فرهنگی معلومات عمومی و خصوصی در خصوص ادبیات و فرهنگ ایران و ایرانی ها داشته باشه، وگرنه مثلا میخونه واژارم به آلمانیه دیگه، ولی میگه که چی و میگنم که چی، میگه خب که چی، مثلا درصد که اگر شعر خود اونا رو ما به فارسی ترجمه کنیم وقت ما میگیم که چی، این هم هست یعنی یه چیز متقابله، چون زبان آلمانی داشته چون زبان فارسی، ولی اینو نمیدونن یا نمیگن. این چیزی که الان شما میگین در مورد مثلا چون اشاره کردین توی صحبتاتون به اشعار حافظ و مولانا که وقتی ترجمه شده، من خیلی این رو از مخاطبین زیادی شنیدم به عنوان سوالی که پیش آمده به شما میگم، پس اون توجهی که به شعر و آهنگ در شعر حافظ و مولانا شده و ترجمه شده اثر رو روی مخاطب گذاشته، آیا به نظرتون اگر که این دوتا مقوله که شما فرمودین اولویت بندی میکنید در یک درجه قرار بگیره شعر رو زیباتر نمیکنه تو به زبان مقصد؟ چرا دقیقا و به همین دلیل گفتم که با وجود این که توی اینجور ترجمه هایی که مترجم قشنگ سعی کرده تو زبان خودش البته فرمو وزن بده به شعر خیلی قشنگ تره، ولی جاهایی دیده میشه که جاهایی یا نه
علاوه محتوا دقیقاً اون چیزی که شاعر ایرانی گفته نیست، بلکه محتوای نزدیک به اون، غلط هم نیست، محتوای نزدیک به اون، یعنی بخوام خیلی موشه کافی بکنیم به اینجا میرسه. بنابراین درسته، من متو نظر مثلا کلاسیک زدم گفتم چون میخوام صحبت کلی بکنیم و کلاسیک گفته باشم تا چیز، ولی کلاسیک دیگه بر همین گفتم پیشنهاد من الان اینه که اونا اون آدمای نابغه بودن به هر دلیلی، چه زمانی بوده که میشده بشه بری ببین کسی که میخواد شعر رو ترجمه کنه باید بره تو درون اون شاعر، یعنی باید یک حالتی داشته باشه و یک آرامش خیالی، حالت خاصی شده که قشنگ فکر کنه اون شعر رو خودش گفته و اون وقت بعد به صورت شعر میاد. و این کسایی که این چیزا رو ترجمه کردن، این شعر رو به آلمانی یا انگلیسی دارن، اینا تو اون حالت ها بودن. الان در دوره مدرن شاید سخت باشه اون حالت ها رو ایجاد کرد موقع ترجمه. یعنی شما میفرمایید که این ترجمه کردن، چون خودتون فرمودید که بهتره که با اون شاعری که دارن ازش ترجمه میکنن قشنگ بهش شناخت داشته باشن. بله بله. حتی اگر مثلا حالا چه شعر سفید باشه چه شعر کلاسیک، بله بله، و شاعر رو بشناسن که بتونن ترجمه کنن. سختی های این که چون شما فرمودین خیلی هم تاکید کردید برای موضوع و الان هم دوباره اشاره کردید که نابغه بودن اون کسایی که تونستن این کار رو بکنن، این سختی های ترجمه یعنی ترجمه کردن که آهنگ و شعر رو آهنگ و وزن شعر رو نگه داره چیا هستش؟ میتونید اونا رو برامون یه مقدار صحبت کنید راجبش؟ اونو به صورت عملی میخوام نشون بدم. من از این 500 تا شعری که به آلمانی ترجمه کردم 60 تاش مال زنده یاد نادر نادرپوره. از 10 تا کتاب شعری که نادر نادرپور کلا چاپ کرد تا پیش از درگذشتش، حالا الان من این شعر آخرین فریب از دفتر شعر دختر جام رو که در سال 1334 در سوینچارت مروارید چاپ شد در تهران، یعنی 46 سال پیش، 1955، و دومی مجموعه شعر نادر نادرپور گرامی بود. به اون نمونه من 60 تا شعر رو ترجمه کردم. یکی از اون شعرهایی که با آلمانی ترجمه کردم اول فارسی شما میخونم، اول دقیقا در بر اساس متد لاوتست دینکن، یعنی فکر کردن با صدای بلند، چند نمونه رو شما بدم که در ذهن من مترجم چی میگذره وقتی میخوام فارسی این شعر رو با آلمانی ترجمه کنم. این فکر کنم بیشتر از هر تئوری پردازی بتونه قضیه رو بله. این شعر رو اول میخونم. آخرین فریب. گر آخرین فریب تو ای زندگی نبود، اینک هزار بار رها کرده بودمت. زان پیشتر که باز مرا سوی خود کشی، در پیش پای مرگ فدا کرده بودمت. هر بار که از تو خواستم برکنم امید، آغوش گرم خیش به رویم گشوده ای. دانستم که هرچه کنی جز فریب نیست، اما در این فریب فسونها نهاده ای. در پشت پرده هیچ مداری جز این فریب، لیکن هزار جامه بر اندام او کنی. چون از ملال روز و شبت خاطرم گرفت، او را طلب کنی و مرا رام او کنی. روزی نقاب عشق به رخسار او نهی، تا نوری از امید بتابد به خاطرم. روزی غرور شعر و هنر نام او کنی، تا سر بر آفتاب بسایم که شاعرم. در دام این فریب بسی دیر ماندم، دیگر به عذر تازه نبخشم گناه خیش. ای زندگی دریغ که چون از تو بگسلم، در آخرین فریب تو جویم پناه خیش. بسیار زیبا، بسیارم زیبا میخونید آقای احمد. خواهش میکنم، گفته ممنون از شما. این یکی از شعرهاییست که من ترجمهش کردم به آلمانی. آلمانیش هم میخونم براتون. بعد حالا اون وقت متوجه میشیم بحث اون چالش هایی که میگم چیه، بعد با توضیح میدم. Die letzte List. Du das Leben, wenn es deine letzte List nicht gäbe, wäre ich dich bereits tausendmal losgeworden. خب بزنید تو این خط اول بگم. بعد حالا شعر رو تو تن میخونم البته یه بار. ولی
ببینید فارسیش میگه که گر آخرین فریب تو ای زندگی نبود، اینک هزار بار رها کرده بودمت. بعد ما تو عالم فارسی باید اون دو تا زان پیشتر که باز مرا سوی خود کشی، در پیش پای مرگ فدا کرده بودمت. اولین خط یا ورس میگه تش نبوده، آخری بودمت، بعد سوی خود کشی، بعد بودمت. خب یعنی وزنی که شعر نادرپور داره وقتی ببینیم که همین شما همش با محتواس و وزن علکی نیست و یعنی اصلا محتوا شما رو اصلا چیز میکنه و اصلا نمیتونی جز بیان محتوا. من موقعی که کامی ترجمه هم خب فکر میکنم خب گر آخرین فریب تو ای زندگی نبود، کلماتش که چیزی نیستش که چیزی خواستی باشه، نه فریب نه زندگی نه حالا آخرین فریب نه اگر نه تو نه بری این مسئله نیست واژه پیدا کردن برای این همه خط. این میخوام بگم دقیق این منظور من دقیقاً چیه اینجا و اون بحث محتوا که میگم ترجمه حالا میشه when do das leben wenn es deine letzte list nicht gäbe. بعد میگه که اینک هزار بار رها کرده بودم تو رو زندگی، اینک هزار بار رها کرده بودم اینک هزار بار رها کرده بودم. اگه فریب تو نبود حالا هزار بار دلت کرده بودم. خب این محتوا میشه داده باز سازی بشه توی زبان آلمانی، ولی من اونجا انقدر این محتوا و اون وزنی که آهنگی هم که داره قشنگه که طبیعتاً دنبال اینم تو ذهنم که چیکار کنم اینو، یعنی میخوام یه چیزی که مترجم بگه هر جمله داره میشه فکر میکنه خب وزنم من باید به این بدم آخه چون نمیشه، ولی نمیتونه این وزنی مثل اون باشه چون دیگه واژه جمله و واژهای آلمانیه، بعد تو خود این من بگم وزن بده بکنم و برای این وزن بعد اون وقت از واژه اگه الان این واژه رو اینجوری به کار بردم بعد ببینم آیا واژه پیدا میکنم که یه جوری با اون واژه آخری خط اول در وزن هم وزنی باشه هم هماهنگی باشه. خب اگر نه نمیشه چیکار باید بکنم؟ بعد ساختار میام تو آلمانی این ترکیب به صورت جمله فرعی و اصلی میاد، همین دو خط فرعی اصلی میاد، بعد جمله فرعی باید یه کما بیاد، یعنی بعدش تو زبان آلمانی طبق دستور زبان آلمانی بعدش باید حتما فعل صرف شده بیاد و بعد آخر فعل نفس صرف شده. وقتی بخوام جمله رو درست بگم از دستوری نگن آلمانی چه اینجوری، خب بعد بیارم اول و اگه بیارم اول وزن نداره، حالا ببرم آخر ببرم چی میشه؟ بعد اینجوری میکنم اینجوری مینویسم Du das Leben, wenn es deine letzte List nicht gäbe, ich dich bereits tausendmal losgeworden wäre. الان یه وزنی پیدا شد. بعد من باز فکر میکنم میبینم نه. یه آلمانی. حالا باز ذهن من باید بره سراغ مخاطب همین لحظه. یا یه مخاطب آلمانی که زبان مادریش نمیخونه. نمیدونم غنای شعر فارسی کجاست که خودش هنوز قرار رو یعنی نداشته تا حالا به این صورت و این بعد هم نخواهد داشت به این صورت، میبینه که خب اون فقط چشش به جمله میفته و باید روون باشه برای خوندنش، میبینه برای اون دیزر اون کاری نداره که در نهایت من به وزن در آخر واژه توجه کردم. این میگه که خب بعد از کما باید اینجا فعل بیاد، یا احتمالا میگه که مترجم نمیدونسته فعل باید کجا بذاره، یا میگه که اشتباه تایپی بوده خلاصه، یا میگه اصلا ولش کن پس تو تاش نخونه. اینجاست که دوباره میگم نه ولش کن من فعلو میذارم همونجا سر جای اول. اینا دقیقاً چالش هایی که میگفتن دقیقاً یعنی تمام اینا لاوتست دین که بلند فکر کردم که بگم یه همچین فکرای مترجم باید بکنه و باز با توجه اون طبیعت نسبی بودن ترجمه حالا کی میخواد یعنی چیکارش کنیم، کی میخواد به من بگه نه بذار همون آخر یا بذار همون اول، هر کجا بذارم یه مسئله ایجاد میشه این فعل رو با توجه به ساختار خاصی که زبان آلمانی داره. حالا بعد داره چند تا تو چیز بعدیتون، حالا بزنین من شعر بخونم یه بار با آلمانی ببینید آیا فارسی که دیدین که چه واقعا چه شعریه چقدر زیباست چه از حالا آلمانی دی لست لیست یعنی آخرین فریب. بعد حالا از همینجا زبان آلمانی واژه ها هر کدوم حرف تعریف دارن، دی دست مذکر مؤنث خنثی
خب این یه چیزیه که یه ذره از اون زیبایی زبان باز کم میکنه. از دید زیبایی شناسی نگاه بکنیم به زبان فارسی، این قشنگ که آخرین فریب اینجا باید بگید دیلت د لیست، دیام باید بیاد و در حدود 10 20 حرف تعریف هم تو کل این شعر میاد که اصلا تو فارسی اصلا وجود نداشت. اینو این باز نمیتونه، شما فضا رو نمیتونه شما ایجاد کنید، فضای روان شعر نادرپور شما نمیتونه. یا بحث این که زمایر در زبان آلمانی جنسیت زده است، برای مرد یه ضمیر داریم، برای زن یه ضمیر، برای اسم مذکر یه ضمیر، برای اسم ولی فارسی اینجوری نیست، او هم مرد هم زن، چیز وجود داره، تبعیض وجود نداره، او او داره میاد و توجه میکنید به حرفانی. و توی ترجمه باز این زیبایی رو کم میکنه، اذیت میکنه. تو ما ضمیر ملکی به کار ببری، آجاگه ضمیر ملکی باشه که تو این شعر هست، اونجا باز اشکال ایجاد میکنه. پس بس فعل شد، جایگاه فعل اولین بس بود، اولین چالش یه مترجم میتونه باشه فعل و الان حالا من با توجه میخوام وزن رو هر داشته باشم یا آهنگ کنم، آهنگ به کار ببرم، آهنگی بدم به زبان مقصد و محتوا هم که درجه اول باید باشه چیکار کنم، حالا نظر حالا فعل رو بکنم میشه نمیشه، مشکل ایجاد میشه نمیشه، علاوه مخاطب علاوه دید مخاطب، ضمایر و بعد ضمایر فاعلی و ضمایر ملکی. حالا من بزنین شعر بخونم. بیا دی لتست لیست دو داس لبن ون اس دای لتست لیست نیشت گیبه ایش دیش بریتس تاوزند مال لوس گوردن وره بفور دو میش ویدر تو دیر زیست هت ایش دیش فور دن فوسن دس تودس گاپفرت یدس مال Wenn ich die Hoffnung auf dich aufgeben wollte, hast du deine warmen Arme vor mir geöffnet. Ich habe gewusst, alles, was du machst, nichts ist es, nichts ist als eine List. Doch du hast Zauber in diese List eingehaucht. Hinter dem Vorhang hast du nichts außer dieser List. Jedes Mal ziehst du sie jedoch mit tausenderlei Gewändern an. Wenn ich von den Sorgen des Tages und der Nacht berührt bin, bringst du sie hervor und zähmst mich damit. Einmal setzt du auf ihr Gesicht die Maske der Liebe, damit ein Schimmer der Hoffnung auf meinen Geist strahlt. Einmal taufst du sie der Stolz der Poesie und der Kunst, damit ich prahle, ein Poet zu sein. In der Falle dieser List bin ich lange geblieben. Ich verzeihe meine Sünde nicht mehr. Mit einem neuen Vorwand, du das Leben, auch wenn ich mich von dir loslasse, auch wenn ich mich von dir loslöse, suche ich wieder in deiner letzten List meine Zuflucht. من یه چیزی رو بگم که حالا من چون خیلی وزنش رو خوب درآوردین، یعنی چون شعر اول خوندی وزن داشت قشنگ، یعنی شعر آقای نادرپور رو که خوندین این چیزی که الان شما خوندین خیلی نزدیک بود و اینکه بسیار زیبا خوندن شعر خودش خیلی مهمه، خیلی مهمه که خیلی تاثیرگذار خواهد بود در اینکه متوجه بشن. حالا چون شما این دوتا رو کنار هم خوندین و خیلی توضیح هم دادی، واسه من به عنوان یه مخاطب بسیار دلنشین بود. چالش های بقیه شو میخواید یکی حالا بعد فعل و فاعل ضمیر ملکی، بله بفهم، بله بعد فاعل، بعد ضمایر. ببینید دقیقا در نمونه میخوام بگم که بحث آهنگ و زیبایی رو معتبره که من دقیقا همون معتبر شعر دقیقا باز سازی شد. من اول یه چیز رو بگم که همه دوستانی که الان توی لایف هستن دارن تشکر میکنن و میگن بسیار عالی بود، یعنی من از جانب این دوستان عزیز بهتون گفتم که خیلی زیبا، هم زیبا خونی، هم بسیار اون هم آهنگش رو هم مفهومش رو رسوندید. حالا چون دوستان من مطمئنم همه آلمانی هم بلدن، خانم بهار کاظمی هم خودشون فکر میکنم توی کار ترجمه آلمانی هستن، میگن خیلی کار سختیه و عشق میخواد و خانش شعر خیلی مهمه آقای احمد. بله بله، خواهش میکنم بفرمایید. بر اساس درک از شعر، بر همین گفتم جزء مشخصاتی که ترجمه شعر میکنه، ولی اگه خودش شاعر نیست باید شدیداً به شعر علاقه داشته باشه و در تو من همینطوره. و بعد خب بحث تجربه در ترجمه و تسلط زبانی اینو باعث میشه اینطوری بشه. برای همین میبینیم که به هر حال من
تمام، یعنی بعد ببینید چجوری میشه. یعنی شما وقتی شعر شاعر رو ترجمه میکنیم، میرم شاعر نازنینی مثل نادرپور، قشنگ شما وارد فضایی که ایشون توش بوده موقعی که شعر رو مینوشته میتونی بشی وقتی بخوای ترجمهش بکنی. و بعضی وقتا این در تو همه پیش میاد، در تو خود منم که من شعر آلمانی مینویسم، شعر فارسی هم نوشتم، حتما حالتی پیش میاد که کسی اگر بخواد چیزی که من نوشتم رو ترجمه بکنه، به یه جاهایی به چیزایی میرسه یا چیزایی فکر میکنه، به ذهنش خطور میکنه که خود من ذهنم خطور نکرده. هرچند البته من متدش شعری خودم خیلی زبان صریح و شفافیه، یعنی من آمدانه ذهنم و حرف زدنم کلا پیچیده است، ولی شعرمو صریح ساده مینویسم. یعنی تو میخوام اونم اگه پیچیده بنویسم، اتفاقا حالا یا نمیدونم چرا، یعنی آمدانه نیست، یعنی برام پیچیده ساده ساده میشه. هرچند خودم میدونم که ذهنم پیچیدگی‌های خاص خودشو داره به طور کلی، ولی زبان شعریم ساده است. ولی البته نه اینکه عکسش حالا صادق باشه، در طور بگم کسی اگه شعرش پیچیده است فکرش ساده است، نه منظورم اون نیست، برای تو فرق میکنه هر انسانی. در طور نادرپور میگم اولی حالت اینه که من توی 60 شعری که ازش ترجمه کردم قشنگ توی فضاهای قشنگی رفتم خودم وقتی که شعر رو عمیق میشم. و بعد اگه ترجمه آدم به اندازه یا شاید بعضی وقتا بیشتر از اون خود اون شاعر عمیق میشه توی محتوا، و این خودش یه لذت خاصی داره. و بعد که اون وقتی لذت اصلی و بیشتر درک فضا و مفهوم جمله هاست، که از درک سطحی یه جمله تا اینکه تا درک کل شعر به عنوان یک اینهایت، به عنوان یک واحد، وقت تازه وقتی ایجاد بشه آدم میتونه در از اون حالت اون وقت تو شعر در زبان مقصد هم پیاده بکنه. ولی باز بخوایم نخواهیم درگیر بحث های گرامری و اینا خواهیم بود، یا کارش نمیشه که چون زبان دیگه گرامر اینا واژه رو هم اصولیست که بر اساس اون واژه در کنار هم میتونن قرار بگیرن، و تو فارسی یه جوره تو آلمانی یه جوره. ببینیم مثلا در اینجا چیزی که مثلا من گفتم، من چیز میکنم اینجا چون از ملال روز و شبت خاطرم گرفت، او را طلب کنی و مرا رام او کنی. خب این خط، یعنی خطی من دوشان یک دو سه خط 11 و 12 شعر نادرپور، اینجا دو تا او داریم. این اوها اول باید معلوم شه که به چی ارجاع میدن، به کجا برمیگردن. خب من باید موقع ترجمه از دارم بلند فکر میکنم، باید دارم الان این او به کجا برد، فارسی که نشه او را طلب کنی و من را مرور کنی، خب او کیه، باید برم هم به زبان آلمانی ببینم خط قبلی چی بوده. برمیگرده به همون فریب. بعد پس من اینجا باید دو تا ضمیر زی به کار ببرم برای سوم شخص مفرد تا چیز بشه، تا ارتباط مفهومی برقرار بشه. خب بعد ولی میبینم که اصلا اون زیر یه سر خط آلمانی سه خط بالاتر بوده. این باعث میشه که موقعی که یک خواننده آلمانی نمیخونه، اگر توجه نداشته باشه به یه واژه که جنسیتش مؤنث دیگه هم فکر کنه داره اون بر میگرده، چون واژه‌های آلمانی یا مذکر یا مؤنث یا خنثی هست. اینو بعد چی کارش کرد؟ خب میگم اینجا بهتره. خب بعضی وقتا، حالا اینجا من ضمیر گذاشتم، ولی بعضی وقتا میگم ولش کن اینجا، من دوره همون اسمو میذارم. هرچند ببین این چالش هست ها، یعنی میگم خب برای اینکه خب آلمانیشو که فارسی نمیدونه اون دو خواننده، من فارسی این توانو داره این داشته این شعر که با این ضمیر مشخص هم هست چی به چی برمیگرده، ولی اینجا نه. برای این بیام به جای زیم میگم این فریب رو، یعنی چون اگر نمیشه، چون میخواد فکر کنه به اون اسم مؤنث دیگه برگشته. و بعد یکی این، یا یه نکته
دیگه که اونم خیلی تو ترجمه شده، بحث این ضمایر ملکی است که تو فارسی یه جوری، یعنی تو آلمانی باز یه ذره نمیدونم چرا من همیشه با این ضمایر ملکی ماین با این تو شعر خودم یه حس زیبایی شناسی بهش لطمه میخوره. ولی خب وقتی که، ولی باز چون نمیخوام محتوا فنا بشه، همونجوری خودم گفتم این کارو میکنم، یعنی نمیام ازش بکنم، هرچند میدونم اون زیبایی خودشو برای نمونه که سوم شخص مفرد وقتی برمیگرده یه ذره اینجا واقعا تو آلمانیش اون حالت فارسی که میگه که روزی روزی نقاب عشق به رخسار او نهی، تا نوری از امید به تابت به خاطرم. رخسار او یعنی رخسار اون فریبه و ضمیر ملکی رخسار او، تو مثلا ضمیر ملکی آلمانی هم مثل گیسی my, your, his, her mine, thine, thine, ear اونجا باید، خب من اینجا باید ضمیر ملکی ear بکار برم. واقعا einmal setzt du auf ihr Gesicht die Maske der Liebe. این واقعا منی که ایرانی هستم و شعر زبان فارسی رو میدونم و این شعر فارسی رو خوندم، واقعا من اذیت میکنه. خب و اذیتم کرده موقعی که این شعر رو ترجمه میکردم، هنوز یادمه که همین یه ضمیر من اذیت میکرد. ولی برای این باز برمیگردی به اون سوالی که شد، ولی نذاشتم محتوا فدا بشه. خب اذیت میکنه که اذیت میکنه، مهمی که آلمانی ها میفهمن، محتوا هم فدا نشده. این آخرش میخوام بگم که باز برمیگردی به این که مترجم باید هی تصمیم بگیره الان چی رو فدای چی کنم، یا اصلا چی کاری میتونم بکنم که کسی فدای چیزی فدای چیزی نشه یا نه. یه جاهایی البته شاید یه ذره بشه، البته اون وقت ترجمه خوبه که این آسیب ها کمتر باشه و هم محتوا درجه اول به نظر من البته شده باشه و هم این که اون لحن جاد شده باشه. و باز میگم که جالبه که من در تجربه ترجمه وقتی که با این روی کرد رفتم جلو، آخرش همونجور که دیدیم لحنم آنچنان اینجور نبوده که این شعر یه چیز دیگه باشه، این یه چیز دیگه نصر عذاب در بیاد، اینجوری نبوده. توجه میکنی؟ بله. آقای احمد خان، من یکی از دوستان یه سوالی ازتون پرسیدن، اجازه بدین من سوالشون رو هم براتون مطرح کنم. یه لحظه اجازه بدین من بخونم براتون. گفتن که اگر شعر رو یک شعر هنری بدانیم، ایشان از چه روی کردی برای انتقال تکنیک های زبانی از زبان مبدا به زبان مقصد استفاده کردن؟ آقای محسن صدیق این سوال رو ازتون پرسیدن. تکنیک منظورشون دقیقا از چه تکنیک بگین که منظورشون دقیقا یه ذره توضیح بدن. آقای صدیق اگر من اشتباه جواب ندادم رو، بله اگر لطف کنی برام بنویسید منظورتون چی بوده خیلی ممنون میشم. آقای سینایی فر خیلی خوش آمدین. موضوع برنامه ما در مورد چالش های ترجمه از زبان فارسی به زبان آلمانی هست. آقای احمد خان مترجم هستن و موضوع برنامه این هستن در این مورد صحبت میکنم. بله خانم کاظمی گفتن که ببینید راجب یک، چون شما روی جمله رو و یک واژه رو داشتین، ایشون مترجم آلمانی هستن، میگن ببینید چقدر زمان میبره تا شما بتونید در مورد این واژه و یک حالا ضمیر ملکیش همه اینها یه چیزی پیدا بکنید که هم مخاطب آلمانی متوجه بشه هم تصویر سازی بکنه برای این اساس صحبت های شما. آقای صدیق میگن شیء هنری، بذارید من دوباره بخونم. گفتن که اگر شعر را یه شیء هنری بدانیم، یعنی بگیم شعر یه شیء، از چه روی کردی برای انتقال تکنیک های زبانی از زبان مبدا به زبان مقصد استفاده کردیم؟ تکنیک ها رو گفتن. تکنیک زبانی در ترجمه یا تکنیک زبانی که شاعر شعر نوشت؟ نه در ترجمه منظورشون. تو ترجمه تکنیکی و یک رویکرد اصلی وجود داره، دوباره برگردانه، دوباره بازسازی، دوباره یا بازسازی دوباره که نداره کار مکرر میگه جمله و یا عبارات اون شعر
یا اون شعر به کلا میگم اون شعر به زبان مقصد، و در این اساس باید یک روی کرده خط، نه اون خطی به اون معنی که باز واژه به واژه و عرض کنم که تحت لفظی اصطلاحی که اینا میدونید اشتباه نشه، منظورم اینه که باید اون روند، روندی که در اون خط قرمزی که وجود داره در کل شعر از سر تا تش در آلمانی هم. حالا ایشون دوباره شعر تکرار کردن، گفتن من میخونم براتون: اگر شعر یک شعر هنری بدانیم، ایشان برای انتقال دادن تکنیک های زبانی مبدا به زبان مقصد از چه روی کردی استفاده کردن؟ منظور این هست اصلا همچین امکانی وجود داره یا نه؟ بیشتر من سوالشون این بوده. تکنیک زبانی این امکان وجود داره، ولی قرار، ولی یعنی ولی دقیقاً شاید، یعنی برابر نهاد معنایی، ببینید ما یا برابر نهاد معنایی و بعد برابر نهاد فرمیه که اون در خود شعر مستطره و خودش ناخودآگاه خودشو نشون خواهد داد به صورت اپتیش وقتی که شما شعر فارسی رو به آلمانی ترجمه می‌کنید، چیزی که رو کاغذ نوشته میشه خود با حروف با چطور سیاه روی کاغذ سفید نوشته میشه، اون چیزیست که دقیقا دوباره دقیقا اینجوری شده از اپتیش و از محتوایی که بحث محتواست، و این دوتا تو شعر خیلی مهمه، بحث ظاهره و چینمان و تقطیعه خیلی مهمه، بحث محتوا هم که خیلی مهمه، و اینا تکنیکش اینی که سه تا فاز ترجمه رو آدم درست انجام بده، یعنی اول درست درک بکنه، درک کامل شعر، فاز دوم یعنی که اون درک مرز انالیز هست، انالیز، و بعد پیدا کردن برابر نهادها و بعد تطبیقش با زبان مقصد. آقای صدیق، من فکر میکنم شما شاید از اول برنامه گوش ندادین، آقای احمد خان در این مورد صحبت کردن و گفتن، آقای سینای فرهم میگن که منظورشون شناخت سبک شناسی شعر در کلیت و فرم در سبک شاعر هست که آقای احمد خان راجبش صحبت کرد. من یه خانم یا خانم یا آقای ببخشید آر قهرمانی گفتن که صدای شما صدای دوبلورها هم هست، به همین دلیل شاید خوانشتون خیلی زیباتر هم بوده، این رو گفتن. آقای بذارید من یه چیز دیگه ای که ایشون یه سوالی رو من جا انداختم یه موقعی اشراف نشه بر دوستان، اجازه بدین. آقای هادی یه شعر براتون نوشتن و گفتن که بله، آقای توزند جانی هم یه شعر براتون نوشتن، همینم که گفتن که گم نکنم بهتر اینه که ما فارسی اول یاد بگیریم، بیشتر صحبتشون این بوده، و اینکه زیست شاعرانه شاعر در ترجمه کمک بزرگیه، و اینکه اثر در چه حسی یا در چه موضوع فرهنگی نوشته شده که اگر کلمه به کلمه ترجمه بشه معمولا معنا از بین میره. نباید شده حتی ترجمه گذاشونه حتی. بله، آقای رضا قهرمانی. بله آقای رضا قهرمانی بودید، صدای شما شبیه دوبلورا هستش، دوست دارن ایشون. آقای جهان پولاد خیلی خوش آمدین به برنامه ما، و در مورد ترجمه شعر یه سوال دیگه هم بوده، من یه دونه دیگه هم براتون بخونم، میخوام یه موقع چیز رو دوستان عزیز، من چیز رو گم نمی کنم، یادم میمونه، حالا به جز این که همه دوستان نسبت به شما اظهار لطف داشتن و دست دادن براتون بابت خانم رئیس‌دانا، خانم مریم رئیس‌دانا پرسیده بودن که آیا شما مترجم هستین؟ من جوابشون رو اینجا هم دادم، بله ایشون مترجم هستن. دو نفر از دوستان براتون شعر، یعنی اینجا شعر نوشتن که حالا خیلی ممنون از اینکه این شعر رو نوشتیم ما، به خاطر اینکه سمینار آقای احمد خان هست. اگر سوالی راجع به ترجمه دارید من عنوان بکنم که ایشون جواب شما رو بدن. خب آقای صدیق گفتن یه مثال میزنم که بهتر منظورم رو برسونم. من احساس میکنم فقط محتوا میتواند انتقال یابد، چرا که امکانات زبانی متفاوتن. مثلا کلمه مهر در زبان پارسی هم به معنای خورشید هست هم به معنای محبت.
بله اون بحث واژگون، بحث واژگونیه که بعد وقتی آدم آنالیز کرده باشه علاوه بر معنایی و دستوری متن رو میفهمه و میفهمه که الان اینجا معنی پشتی و معنی چیز دیگه است. بعد بعدش هم در بافت کانتکست، کانتکست یا بافت متن قشنگ معنای واژه مشخصه و طبیعتاً بعد از اون درک طبیعتاً اون واژه بر برنامه‌ای که تو زبان مقصد داره آدم میذاره. بله آقای صدیق گفتن اگر این کلمه ایهامی بسازد نمیتوانیم همین کار را در زبان مقصد بسازیم، چون ممکن است در زبان مقصد این گونه دو معنی وجود نداره. بله آقای صدیق، همونجور که گفتم آقای احمد خان اصلا زمان سخنرانیشون راجع به این موضوع صحبت کردن. این برنامه ضبط شده رو شما اگر ببینید فکر کنم پاسخ خیلی از سوالاتون رو اونجا بگیریم. آقای سینای فر خیلی ممنون. بله خانم مریم رئیس‌دانا بسیار یکی از مترجمان خوبی ما هستن و اینجا بودن با آقای احمد دانا، ببخشید احمد خان صحبت کردن. در مورد بله سوال دیگه ای نیستش. حالا من یک سوالی خودم از شما دارم، اونم حالا شما در مورد مثال آوردین ولی وزن رو در این شعر به زیبایی بیان کردین. آیا فکر میکنید که چون زمان بره، چون شما یه چیزی هم که فرمودید که ترجمه میکنیم، ترجمه خام رو زمان میذاریم بعد دوباره بهش بر میگردیم، شاید این زمان بر بودن شما به این نتیجه رسید، نظر شما این بود که بهتره که حالا اول محتوا رو در نظر بگیریم بعد زبان شد. من دقیقا دارم پاسخ اون سوال قبلی بله بله دقیقا این هم هست دقیقا. یعنی تو اون یعنی یا به صورت اگه جز این تکنیکی اینه که اول در ترجمه خام فوکوس روی محتوا باشه و در فاز سوم ترجمه فوکوس روی آهنگ بیاد. درسته. به همین دلیل شما پس اول رو محتوا توی ترجمه‌تون تاکید دارین بعد حالا روی وزن و شعر هم بره، که اگر زمان بیشتری بذارین مثل همین شعری که شما الان خوندین با همه چالشاش یک چیزی در میاد که بسیار خوب هست. در مورد زمایر و در مورد گرامر زبان مقصد هم گفتید که کاریش نمیتونید بکنید و خیلی مواقع شاید خودتون هم از اون شعر، یعنی چالش همیشه تو ذهنتون هست که موقعی که داشتید ترجمه میکردید در چه احساسی بودید. براتون گفتن که استاد احمد خان افتخاری هستن برای ایران و پیوند زبان فارسی آلمانی. آقای همون رضا قهرمانی فرمودن ایشون از در اون زمانی که دوره لیسانس در دانشگاه ملی یا دانشگاه بهشتی بودیم، ایشون هم اونجا بودن، گروهی که من بودم نبودم ولی خب همه هم دیگر بودیم، چون هم خیلی انسان با ثبات و با شخصیتی هست. خیلی ممنون آقای قهرمانی از اینکه به جمع ما اومدیم و ممنون از سوالاتتون. آقای دکتر جهانپولاد یه چیزی نوشتن، گفتن فرهنگ اصطلاحی زیست زبانی هر زبانی است، قابل ترجمه و برابر نهادی است، اصطلاحات بومی هم. بله ببینید به صورت ساده من بزنم، بله دقیقا درسته، اونم باز واحد معنایی مهمه و مثلا در زبان فارسی وقتی یه نفر میخواد دو تا کار مختلف رو همزمان انجام بده بهش میگن که با یه دست نمیشه دو تا هندونه رو بلند کرد. شما وقتی اینو توی مثلا رمان هست ترجمه میخوای بکنی نمیتونی بیای واژه واژه میگم که اصلا که بگی تو آلمانی به این محتوا، حالت به این محتوا وقتی پیش میاد تو انسان همه جاش انسان همه شبیه همن، همه یکیان، همه چیزه، خیلی چیزا اونیورسال هستن، خیلی مسائل فرهنگی در طرز عجیب غریبی در همه جای دنیا یکیه و میبینیم طبیعتا همونجا که انسان یکیه، همه انسان ها یکی هستن، میبینیم که خب بله برای اینا هم پیش بیاد که یه آدمی میخواد همزمان دوتا کار انجام بده و این اصطلاح رو بهش میگن، ولی اینجا بهش میگن که من کن نیست ترگلیشن سایتن سوی هوخ سایتن تنسون. فارسیش میشه که آدم نمیتونه همزمان تو دوتا عروسی برقصه. ما میگیم آدم با یه دست نمیتونه دو تا هندونه بلند کنه، اینا میگن آدم نمیتونه همزمان دو تا عروسی برقصه. موقعی که من ترجمه میکنم خب نمیام مو هندونه ترجمه کنم با حال بدید بگم واسم ملونه من کان نیست گلاشن سایت سای واسم ملونه میدن من این هند تراگ، بلکه میرم مترادفش مترادف این کل این رد وندون این اصطلاح این اصطلاح در آلمانی چیه که میشه من کان نیست گلاشن سایت این سای اوخ سایت این تنسی ترجمه میکنید. بله. همین صحبتی که شما کردید دیگه که تسلط بر دو زبانه، هم زبان مبدا هم زبان مقصد، وقتی این تسلط وجود داشته باشه و با اصطلاحات آشنا باشیم به قول شما دیگه نمیخواد بگین که با یه دست دو تا هندونه بلند نمیکنید. یه نفر تو دو تا عروسی نمیبخشه. دقیقا چون اون دیگه اصلا چیزی که نمیفهم یه هندونه چی هست هندونه. جالبه این چیزی که شما گفتین نمونه انگلیسیشو چون من خیلی دیدم، شاید یه سوال بسیار از مخاطبین باشه،
هندونه زیر بغل گذاشتنه. این اصطلاح هندونه زیر بغل گذاشتن خب یه اصطلاحی که اصلا شما به یک کسی که اصلا به یه نفری که بگید که هندونه زیر بغل گذاشتن یعنی این، خندش میگیره. خب یعنی چی؟ چون این اصطلاحات دیگه ای رو به کار میبرن که اون تسلط اگر باشه خب همون مفهوم رو میرسونه، همونجور که شما گفتین مفهوم رو میرسونه. خانم سحر توکلی ازتون تشکر کردن و گفتن مهارت فقط با وجود مترجم کاربلد و مسلطی مثل آقای احمد خان برمیاد. چون خودشون مترجم بسیار فوق‌العاده زبان انگلیسی هستن، شاعر هستن، ناشر هم هستن و نشر داستان یکی از نشرهای فوق‌العاده اکسکلوزیو تهران و ایران هست و خودشون هم شاعر هستن و ترجمه از انگلیسی میکنن. بله بهشون لطف دارن. خیلی ممنون از همراهی همه شما عزیزان. من همینجا از همه شما عزیزانی که در این لایو هستید و آقای احمد خان، حالا هر کد من اسم هر کسی رو میارم ایشون یه پیشینه بسیار خوبی در موردتون میگن، هر کدوم از شما عزیزان هم دوست داشتید میتونید به ما پیام بدید و مثل آقای احمد خان در مورد موضوعی که پژوهش و تحقیق کردین سمیناری بذارید که دوستان دیگه ای از تجربیات شما استفاده بکنن و اگر پرسش و پاسخ دارن در خدمتتون باشید. آقای جهانپولاد ترجمه کردن Don't put too many irons in the fire، انگلیسیشو گفتن. خیلی ممنون، مرسی. ما ترجمه همزمان می‌کنیم، آلمانی و انگلیسی. ترجمه همزمان کنیم. آقای احمد خان اگر نکته‌ای هستش که جا مونده یا خودتون می‌خواید اضافه بکنید، صحبتی داریم با دوستان عزیز، ما در خدمتتون هستیم. نه چیز خاصی نیست، فقط یه چیزی که از خود تعریف کردن به حساب میاد رو حالا میگم بگم یا نگم، ولی خب بعد یکی اینو بگه. بله چون خودم بهتر میدونم خودم بگم، وگرنه نمیگفتم. ولی خب حالا در صورت باید بگم که گفتم البته قبلا که من از تا بارد 10 شاعر مختلف بعد به حدود 500 تا شعر ترجمه کردم و یکی از کتابایی که ترجمه کردم 75 تا شعر یکی از شاعرای خیلی خوبه ایران دوستم به نام اکبر جانوند که تو همین نشر داستان که خانم توکلی که شاعر هستن مترجم هستن چاپ شد، دو زبانه تو ایران در طریق این نشر چاپ شد و از یکی از دوستای شاعر دیگه 80 تا و یکی دیگه 81 از دیگه. اینو می‌خواستم اونی که گفتم تعریف، تا اونجایی که ما داریم مترجمای ایرانی که تو آنتولوژی ها توی این گزیده ها از 7-8 تا شاعر ترجمه کردن چند تا و از اینا از اینجور کتاب ها که هست چندین مترجم کار شدن داریم، ولی فکر کنم تا به حال فقط من باشم که تا اونجایی که میدونم که این تعداد زیاد اونم به صورت کتاب، یعنی من میخوام به صورت کتاب در بیارم، یعنی یه کتاب از نادرپور مثلا از نادرپور ترجمه شده قبلا تو به زبان آلمانی شعر دیگه و منم هیچ وقت چیزی که قبلا که ترجمه کرده ترجمه نمی کنم، یعنی اصلا اصول منه، چون دقیقا میدونستم که اون شاعر مترجم آلمانی که زمانی در گذشته ایران زندگی کرده و بر همین ترجمه میکنه چه چیزی ترجمه کرده، اونایی که اون ترجمه نکرده از نادرپور اون فقط دو سه تا یعنی تا به حال اینو کسی از ایرانی انجام نداده که صورت کتاب در بیاره. ایشون مثلا از 20 تا شاعر ترجمه کرده ولی از هر شاعری 4 تا شعر میشه 2-4 تا 80 تا توی کتاب در اومده. اینو هم می‌خواستم بگم که من واقعا خیلی علاقه داشتم که کسی باشه که فرهنگ شعر فارسی رو اونم شاعرای بزرگم در دو قسمت، حتی تنها کسی که متأسفانه درگذشته آقای نادرپوره ولی بقیه شاعر جوان زنده ایران ترجمه بکنم به آلمانی برای اینجا و همینجوری ادامه بده. البته الان دارم میذاره چون بعضی‌ها میگن که خب مثلا اینجا آخر کسی همونجوری که خودم میدونم کسی با اون فرهنگ اصلا آشنا نیست، با شاعر اینجا الان اونجا اصلا آشنا نیست، فایده نداره. برای همین میبینی بیشتر اگه ترجمه شعرم صورت بگیره تا ایرانی ها از آلمانی به فارسی صورت میگیره و کلا از زبان خارجی به فارسی صورت میگیره در مقایسه کمتره،
و اونی هم که هست همونجوری گفتم اگرم 10 نفر تو آلمان داشته باشیم که از فارسی اون ترجمه کرده باشن یک کتاب در آوردن با توی آنتولوژی. من تنها کسی هستم که نشستم 500 تا شعر ترجمه کردم تو آلمانی و حالا یه چیز چاپ شده و بقیه‌اش هم قراره چاپ بشه. البته شاید دیگه کمتری کار بکنم ولی به هر حال اینم نکته ایست که مثلا بگم در اصل بگم که به هر حال به خاطر عشق و علاقه شدید به قضیه خود شعر و ترجمه بوده که گفتم تعریف، یعنی به این دلیل که اصلا باعث شد که این کارو بکنم، چون کاری است که واقعا زمانبره و نه نفع مالی داره و نه نفع همون نفع مالی نداره، در اصل نفع معنوی هم داره برای خودم داره، برای اون کسی که میخواد آلمانی بخونه معلوم نیست داشته باشه نداشته. اینا هم هست، اینا هم باز چالش های فکری دیگه هست که برای آدم پیش میاد که کلا بشین وقت بذاره ترجمه شعر که من گذاشتم بکنم کافی فعلا در حال حاضر، یا نه ببره رو ترجمه بکنه که مثلا بازارش بیشتر و فلان اینا. من نه که بد باشه آدم به بازار فکر کنه، ولی من طالب فکر نکردم، یعنی من همون شعری که ترجمه کردم واسه علاقه خودم بوده و به این صورت ترجمه. بسیار عالی، باعث افتخار ما هست. خانم سحر توکلی هم اینجا براتون نوشتن که همکاری با شما باعث افتخار نشر داستان هست. باعث افتخار ما هست در جوایز پارسی پرشین اواردز که با شما هستیم که ترجمه آلمانی یکی از زبانهایی هستش که حالا شاید بهش توجه بیشتری نشده نسبت به زبانهای دیگه و زبان سختیه برای این، به خصوص اگر قرار باشه شعر رو ترجمه بکنیم خودش یه سری سختی‌های اضافه داره که شما در صحبتاتون بهش اشاره کردین. و وقتی راجع به 500 تا شعر صحبت می‌کنیم، در مورد 500 تا در حقیقت واژه‌های یعنی شاعرانی صحبت می‌کنیم که با توجه به نکته سنجی شما زیست شاعرانه اون آدم ها رو شما تجربه میکنید، باهاش تلفیق میکنید خودتون رو و خط به خط و جمله به جمله هم واژه ها رو جایگزین میکنید، هم گرامر رو جایگزین میکنید، محتوا رو، مفهوم رو، و یعنی این چیزهایی که همه رو شما امروز توی سمینارتون صحبت کردین در 500 شعر، یعنی در حقیقت در دنیای خیلی خیلی بزرگی شما دارید برای ترجمه زحمت میکشی. و چیزی که فرمودید خب آقای نادرپور الان در بین ما نیستن ولی شاعران بسیاری هستن که هستن هنوز و شما میخواید شعراشون رو ترجمه کنید، این میشه جهانی شدن اشعار فارسی، این میشه جهانی شدن فارسی و هنرمندان. و یکی از رسالت هایی که پرژن فارس جوایز پارسی داره همین رسالت هستش که مترجمی مثل شما با این دقت نظر اثراتی رو از فارسی به زبان آلمانی ترجمه کنه که هم مخاطب آلمانی با فرهنگ ایران و فارسی آشنا بشه، هم شما به عنوان یک مترجم با زیست اون شاعر آشنا میشید، یعنی در حقیقت یک هماهنگی و ارتباطی بین ایرانیان در سراسر دنیا به وجود میاد که همون چیزی که ما دنبالش هستیم. بسیار عالی، بله، برای همینم من خیلی هدف ارزشمندی میبینم و میدونم هدفی که پرژن اواردز در پیش داره. خیلی ممنون و امیدوارم که تو این زمینه موفق بشید. خیلی ممنون از همه شما عزیزانی که توی لایف با ما بودین. اگر من اسمی رو نبردم، من از طرف آقای احمد خان بسیار سپاسگزارم که تشریف آوردید و از تشویقاتون. خانم مریم خیلی ممنون از حسن نظرتون، از همدلیتون و دوستان دیگه که در لایف بودین. آقای احمد خان خیلی ممنون از سمینارتون، بسیار استفاده کردیم. دوستان عزیز، من یک بار دیگه اینجا اعلام میکنم که اگر سوالی دارید باز هم در مورد سمینار امروز، شما میتونید با ما در تماس باشین، سوالاتون رو برای ما بفرستین، ما از آقای احمد خان یک وقت دیگه میگیریم برای فقط پاسخگویی به سوالهای شما. این سمینار ضبط میشه و روی وبسایت Persian Awards گذاشته میشه و روی همینجا اینستاگرام IGTV هم گذاشته میشه، شما میتونید کل سمینار رو نگاه کنید. باز هم اگر سوالی باشه ما در خدمتتون هستیم که یک جلسه دیگه ای بذاریم. خیلی ممنون از همکار عزیز آقای سینایی فر، ممنونم شما لطف دارین. آقای احمد خان خیلی لطف کردین، ممنون از که دعوت ما رو پذیرفتین. ممنون از شما که دعوت کردین. خواهش
خواهش میکنم. با امید دیدارتون در جلسات دیگه و من فکر میکنم که به یه میزگردی در مورد ترجمه آلمانی و انگلیسی و کسایی که ترجمه میکنن بذاریم با چالش هایی که شما گفتین، برای اینکه صحبت هایی که شما کردین از دوستانی که الان اینجا در جمع هستن و مترجم هستن مشخص میشه که چالش هایی هست که راهکارهایی که ارائه میدین شاید برای دوستان عزیزی که میخوان به این جمع بپیوندن به جمع مترجمین بسیار سازگار باشه و براشون مفید باشه. با کمال میل، نظر لطفتونه، بسیار خیلی عالی. خیلی ممنون. تا دیدار دیگه از همه شما عزیزان و همراهان پرژن وردز به همراه مهمان عزیزمون آقای فرهاد احمد خان از آلمان خداحافظی میکنم. لبخند از روی لباتون دور نشه. خدا نگهدار.